بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. تبلیغ ریشه قرآنی دارد، کاری نیستش که ما اون رو اختراع کرده باشیم یا از کسی در دنیا اون رو یاد گرفته باشیم. خداوند متعال می‌فرماید الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. سوره مبارکه احزاب. در سوره مبارکه مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دستور تبلیغ رو به پیغمبر خودش پروردگار عالم عنایت میکنه. در آیات کریمه قرآن از قول پیغمبران ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم مکرر در مکرر مسئله تبلیغ در قرآن ذکر شده. تبلیغ یعنی چه؟ یعنی رسوندن. رسوندن چی؟ رسوندن یک پیام، یک سخن درست. این معنای تبلیغ اسلامی است. منتها شرط این تبلیغ این است که صادقانه باشد، صمیمانه باشد، امانت دارانه باشد، مسئولانه باشد. این معنای تبلیغ. شما در واقع کار با عظمتی که انجام میدهید اینه. در حکومت‌های مادی عمدتاً در غرب هم تبلیغ از پروپاگاندا. این با اون به طور مبنایی و اصولی متفاوته. پروپاگاندا برای کنترل کردن افکار عمومی مردم است، در جهت دست یافتن به قدرت، به منفعت، به پول. این پروپاگاندا است. غربی ها انصافا تو این قضیه ورودشون هم خوبه، خیلی بلدن. تبلیغات به معنای غربی، پروپاگاندای غربی رو خیلی خوب بلدن. پول در میارن، به قدرت میرسن. با چی؟ با کنترل افکار عمومی مردم. تبلیغ اسلامی مسئلهش این نیست. تبلیغ اسلامی عبارت است از تفاهم با مردم. بحث کنترل نیست، بحث تفاهم است. ذهنها را به سمت یک هدف عالی و والایی متوجه کردن و ذهنها رو به هم نزدیک کردن. اثر این تفاهم چیست؟ اثر تفاهم این است که مردم در جهت کارهای اساسی و خیر مسئولانه خودشون وارد می شوند.